خوش آمدید به ضد نور، نوجوان ایرانی. ممنون، مرسی. دستم در نکنه برای چی دستم در نکنه؟ که این رو پذیرفتید که من بیام اینجا و صحبت کنم. خواهش میکنم. یه سوال مقدماتی و بعد کم کم آماده گفتگو بشیم. چرا خواستی با ما صحبت بکنی تو برنامه ضد نور؟ برنامه قبلیتون رو که دیدم که خیلی خوب چهره رو پوشوندین و معلوم نمیشه و روایت صرفا مسئلتون و شخص مسئلتون نیست و خب گفتم که خیلی خوبه. یکی دیگه هم این که یه ویدیوی چند وقتیش منتشر شده بود، یه نوجوان 14 سالی با یه خانومی داشت صحبت میکرده و اصلا خیلی برام عجیب بود، بعد یه بازخوردهای جالب و عجیبی داشت. لایو اینستاگرام بود، درسته؟ آره. به اصطلاح واکنش هایی که نشون داده می شد خیلی عجیب بود برام و یه تک روایتی از نوجوان ها ساخته شد به خاطر اون ویدیو. و احساس کردی که تو می تونی حرفای متفاوتی بزنی؟ بله. بسیار خوب. تعریف خودت از نوجوانی چیه؟ شما الان نماینده چه قشری از نوجوان های ایران هستی؟ من نماینده خودم هم و نماینده دوستم هم. من و گروه های دوست. یعنی نمیتونی بگی مثلا نماینده نوجوانان شهرستان تهران؟ نه قطعا این شکلی نیست. فقط خودتو دوستات؟ من و دوستان. چه حسی نسبت به پدرتون دارید؟ احساسات متناقض و متفاوتی دارم. از طرفی دوستش دارم، براش احترام قائلم، ولی از طرفی ازش متنفرم و براش کوچکترین احترام قائل نیستم. خیلی خیلی متناقضه که هم دوستش داری و براش احترام قائلی، هم دوستش نداری و ازش متنفری. نشکلی که خودش رو به عنوان یک فرد شاید مثلا خیلی قبول داشته باشم که انسانیه که مثلا خیلی خوبه و اینها، ولی در نسبت به خودم وقتی تعریف میشه شاید ازش متنفر باشم به خاطر اینکه در حوزه قدرت نسبت به من داره و مثلا میتونه به من زور بگه، میتونه منو محدود کنه. در کل اینطوری نیستش که اون خیر و صلاح تو رو بخواد؟ یعنی حس نمی کنی که اون حس می کنم خودم بهتر خیر و صلاح خودم رو میدونم تو؟ یعنی یه بخشی از تو نوجوانی که نوجوان خودش مستقل میشه دیگه، نظر فکری مستقل میشه و خب به این انجام نیست خودش بهتر صلاح خودش رو میدونه تا پدر و مادرش. جزء خانواده های فقیرید، متوسطید یا ثروتمند؟ متوسط رو به بالا. کجای تهران میشینید حدوداً؟ غرب تهران. مادر چی؟ مادرم احساس اینه دارم که همش میخوام تردش کنم، به این علت که نسبت به هم مهر و محبت زیادی نشون میده و خب واقعا در اون جالب نیست مهر و محبتی که نشون میده و کنترل میکنه بیش از حد به خاطر همین مهر و محبتی که داره و به همین خاطر اصلا برام شخصیت جالبی نیست و حتی اینجوری که اصلا میکنم باش حرف نزنم و حسابش نکنم. یه خورده اول گفتگمون تلخ نشد؟ چیزی که هست. بسیار خوب. بذار یه خورده شیرینش بکنیم. جوک چی بلدی؟ جوک خاصی بلد نیستم. مگه میشه؟ نه جدی بلد. یه مرده یه روز خورده بود به نرده؟ نه. یه نرده زرده؟ نه آخه خب این شکلی نیست دیگه واقعا. اصلا زندگی خنده‌داری ندارم که بخوام جوک بلد باشم و چیزهای متفاوتی بخندم و اینها. چیز خنده‌داری زیاد وجود نداره برام، زیاد نمیخندم کلا. اون کلیپ گفتگوی اون نوجوان 14 ساله با اون خانم رو در اینستاگرام چطوری دیدی؟ کی به تو رسوند؟ دیگه رسانه هایی که داشتم یعنی چی؟ یعنی بی بی سی داری تو؟ سی این این داری؟ یعنی چی؟ نه همون بی بی سی و اینا هم که هستش مثلا خوب. دیگه جای مختلف تو همون اینستاگرام دیدم. خب بذار قبل از اینکه روایت خودتو آغاز بکنیم، چون اون باعث شد بیای، به من بگو ببینم که
نظرت راجع به اون گفتگو چی بود؟ واقعی بود؟ بنا به تجربه‌ای که خودم داشتم و دوستانی که دارم به نظرم ممکنه واقعی باشه، چون که واقعا بعد دوستان هستن که این شکلی فکرشون و ذهنشون و دنیاشون. به شما نزدیک بود وضعیت زندگیش؟ نه به من نه، ولی به دوستانی که دارم نزدیک بود. چیاش نزدیک بود؟ به دوستانم اینکه اینقدر استوره سازی میکنه از یه فردی که شاید حتی کوچکترین ارزش انسانی نداشته باشه. بعد اینکه شخصیت هم برای خودش خیلی دنبال دیده شدنه، میخواد دیده بشه، عقده توجه داره. حتی من خودم دارم و من عقده توجه دارم، ولی نه به اون شکل که اون دوستمون مثلا داشتش و دوستان دیگر دارن. شما در 14 سالگی همین حال هوا رو نداشتی؟ نه نداشتم. دوستای شما چی؟ دوستای من الان این حال هوا رو دارن. الان این حال هوا رو دارن. خیلی حال هواش جنسی بود؟ خیلی، بسیار. یعنی اینکه با قیافه یه نفر تحریک میشه، با قیافه یه نفر ارضا میشه. خودت فکر میکنی این طبیعیه تو نوجوانی؟ آره، اینقدر حساسیه؟ من نمیدونم، من طبیعی یا غیر طبیعیشو نمیدونم، واقعا نمیدونم. ولی اینکه این به عنوان واقعیت وجود داره که نوجوانان به شدت زیست جنسی دارن و خیلی جنسی زدن و حتی تو ادبیاتشون، تو زندگی روزمرهشون و روابط جنسی که برقرار میکنن با هم دیگه و همه اینها خیلی واقعیه، به نظرم وجود داره. بریم سراغ خودتو. تو روابط جنسی نداری؟ دارم، ولی داری؟ تشنگی جنسی هم داری؟ آره. پس نباید بگی نوجوان ها اینطوری هن؟ نه، حالا نوجوان هم دیگه. پس خودت رو هم جزو همین گروه میدی؟ من نوجوان هم. اولین رابطه جنسی شما چه سنی آغاز شد؟ من 16 سالگی. از چه طریقی؟ میشه روایت بکنی داستانش رو؟ یه دختر خانمی بودش که من از طریق اینترنت حالا باش آشنا شدم. بعد ما بس هم دیگه خوشم اومده اینا، یکی دو بار و سه بار هم دیگه رو دیدیم، بیرون رفتیم و اینا. بعد به اصطلاح وارد رابطه شدیم. بعد دومی کی بوده؟ دومی هم تقریبا همزمان بود. سومی چی؟ نه، سومی وجود نداشتم. چه اتفاقی افتاد؟ میشه به من توضیح بدی که چرا تو اون رابطه دوستی که داشتی یه رابطه دیگه ای رو پیش کشیدی و حالا چرا اسمش رو میذاری خیانت؟ همون موقع فکر میکردی خیانته؟ همون موقع آره فکر میکردم خیانته، فرض وجدان شدیدی داشتم من بابش. ولی خوب این شکلی بود که به نظر خودم حاصل پیشامدها بود، یعنی اصلا توقعش نداشتم. یه مسئله دیگه هم که میتونه این باشه اینه که من اصلا نسبت به گروه های دوستی که دارم خیلی دیرتر اصلا وارد رابطه شدم. این هایی که من میشناسم اصلا تو 13-14 سالگی وارد رابطه میشن. بعد چه یعنی میخوام بگم فرقش چیه وقتی تو 13-14 سالگی وارد بشی تا 16 سالگی وارد بشی؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که میبینی اونا به وارد رابطه شده این و دلت میخواد. تو 16 سالگی میبینی که دوستای دیگر وارد رابطه شدن؟ نه، تا 16 سالگی، یعنی از قبل 16 سالگی میبینی که دوستا هی وارد رابطه میشن و اینا و توی تشنگیت بیشتر میشه. یعنی گروه دوستان تو باعث شدن تو احساس کمبود داشته باشی که یه رابطه با یه دختر خانمی داشته باشی؟ آره آره، فقط اونها نیستن ولی اونها هم تاثیر گذارن. یعنی چی؟ توضیح بدید. یعنی که بلوغ جنسی که آدم بهش میرسه میلش زیاد میشه و اینها، ولی خب میل به پذیرفته شدن هم در بین نوجوانا، مثلا بین پسرها دخترها واقعا چیز افتخار هم این شکلی هم که یعنی اگه تو رابطه داشته باشی خوبه که رابطه داشته باشی،
و اینجوری هم دخترها هم خیلی جنسی بهشون نگاه میکنن. آها پسرها. آره پسرها خیلی به دخترها جنسی نگاه میکنن و به همین موضوع اگه مثلا تو رابطه باشی و اینا و مثلا چیز باشی انگار چیز خوبیه، موجب افتخاره که مثلا من دوست دختر دارم. آره حالا موجب افتخارم هست که مثلا من 3 تا دوست دختر دارم؟ گاهی هست در بین گروه های متفاوتی هست. آره خب ولی بازم من نفهمیدم چی شد که اون اتفاق افتاد و تو دو تا رابطه رو همزمان داشتی؟ من به نظر خودم حاصل پیش آمد هم بود. حاصل انتخاب تو هم بود؟ حاصل انتخاب من هم بود، بله. خب پیش آمده چی بود؟ انتخاب تو چی بود؟ انتخاب من خیلی لحظه‌ای و یهویی بود. اینکه انتخاب من بدون تفکر بود، بدون لحظه تعامل بود، حاصلش این بود. و پیش آمدم همین بود که این موقعیت برای من به وجود اومده. البته انتخاب من قطعا مهمتر و تاثیرگذارتره. یعنی اگه من فکر میکردم به اون قضیه و منطقی تر باش برخورد میکردم شاید مثلا این اتفاق نمیافتاد. کجا رو برای رابطه جنسی انتخاب میکنید؟ بستگی داره. بعضی وقتا خونه دوستان، خونه خودمون، خونه کسی، هر جا که امن تر باشه. بعضی وقتا پارک، حتی خیابون. وقتی که میخواید برید وارد رابطه بشید میگید قبلش که الان میریم خونه این رابطه رو خواهیم داشت؟ یعنی قرار میذارید برای داشتن این رابطه یا چیزی به من شخصا میگم؟ من شخصا میگم من میگم. آها و پارتنرم هم میگه. پارتنری انتخاب نمیکنم که این کارو بکنه که مثلا تجاوز کنه یا چیزی. خب این دو طرف هیچ کدومشون نفهمیدن که این اتفاق براشون افتاده. نهایتش چی شد؟ نهایت این ماجرا؟ نهایتش من با جاسوسشون قطع رابطه کردم. چرا؟ چون که من نتیجه رسیدم که چون افسردگی شدید گرفتم. چون افسردگی از این که فکر میکردی خیانت کردی؟ آره از وجدان داشتم. البته قبلش هم چیزهای افسردگی رو داشتم، پتانسیل بالایی برای افسردگی داشتم. بیماری خاصی داری؟ بیماری خاصی؟ اختلالی داری؟ فکر میکنی اختلالی داری؟ مثل افسردگی؟ نه کنم. آره یعنی زندگی و محیطی که توش قرار گرفتم یکم باعث شده من افسرده بشم. محیطه، عوامل وراثتی نیست. خب میشه به من بگی که این محیطی که داره تو رو افسرده میکنه چه ویژگی هایی داره؟ بابای پیر مثلا، بابای با اختلاف سنی بالا، اینکه بابا مثلا تو بچگی بالا سرم نبوده، یعنی مثلا همش مسافرت و سر کار و اینا بوده. بعد دیگه اون که تو مدرسه درست نتونستم دوست پیدا کنم و ترد می شدم همواره، احساس ترد شدگی شدیدی که دارم. و بیشتر همینا. آره بیشتر همینا. و اینکه میل به توجه شدیدی که دارم. توی گروه دوستانتون به غیر از این ماجرای حالا تشنگی جنسی که بالاخره این مسئله کاملا طبیعی هم هست، مسائل دیگه هم دارید؟ مثل مصرف مواد مخدر سبک و اینا؟ آره آره آره، حتی مواد مخدر سنگین. یعنی من اتفاقا چند وقت پیش برای اولین بار دیدم بین دوستان. یه رفیقی 18 ساله‌ای داشتیم، ما تو پارک بودیم و اون داشت تریاک میکشید و من همجوری مونده بودم. اما عجیب بود صحنه که این داره تریاک میکشید. 18 سال؟ 18 سال. شما چی میکشیدی؟ من گل میکشیدم و هشش. بعد توی پارک کسی مانع شما نشد؟ کسی به شما چیزی نگفت؟ نه دیگه، سعی کردیم جای امنی پیدا کنیم که کسی مانعمون نشد. مواد از کجا میارید؟ دیگه از دوستان و روابطی که داریم، از گستردگی روابط. یعنی این شکلی که من نمیدونم دقیقا منبعش کجاست که میاد. چند وقتی که شما تفریحی میکشید دیگه یا نه؟ آره آره آره. من که الان که دیگه نمیکشید. نمیکشید الان که نمیکشم، ولی مثلا از به مدت 3 سال میکشیدم. 3 سال از چه سنی؟ از سن چند سال بودش؟ نه 3 سال نه 2 سال ببخشید. بله از 14 تا 16 میکشید. از 14 تا 16 شما مصرف میکردید؟ آره. چیا کشیدید تو این دوره؟ گل، هشیش. چرا میکشیدید؟
چون که ناراحت بودم و میخواستم حالم بهتر شه و یه داروی بود، یه جوابی بود که باعث میشد از اون زندگی طبیعی و واقعی دور بشه. پدر مادر شما متدینن؟ آره. بعد نماز میخونن و... آره خودم میخونم. الان میخونی؟ الان میخونم. شما زمانی که رابطه جنسی داشتید یا زمانی که حشیش میکشیدید تو 16 سالگی احساس میکردید که یه کار گناه دارید انجام میدید؟ یا نه اصلا این موضوع براتون مهم نبود؟ نه اصلا موضوع برام مهم نبود، چون که تمام اعتقادم به خدا و رسوله ها از دست دادم دیگه، خدا برام معنی نداشت. عجب، علت این که خدا برات معنی نداشت چی بود؟ چون به نظرم غیر علمی و مسخره میومد. فقط مسئله این بود، یعنی کسی که مثلا رفتاری نکرده بود که شما از دین زده بشی؟ چرا، زندگی من این شکلی بودش که خدا رو توش نمیدیدم دیگه، یعنی که اون چیزی که اون تعریفی که ازش شنیده بودم که کمک میکنه و اینها چیزی ازش نشنیده بودم و باعث شده بود که از دین زده بشم و چیزی ندیده بودم تو زندگی واقعی ازش. برگردیم سر قصه گروه دوستانتون، یه تعریفی بکنید ببینیم که مثلا از شنبه تا جمعه برنامه رفاقت شما چیه، چه کارهایی میکنید؟ من شخصا که گروه های دوستی خیلی متفاوتی دارم. یه گروه دوستی هست که مثلا توی قلب تهرانه، بعد تو هم گروه های دوستی که توی قلب تهران دارم با هم دیگه متفاوت همشون، مثلا این شکلی هم که یکی شو که بیشتر اطلاع داری، بیشتر باشون زیست کردی رو برای ما تعریف کن. همون جمعی که توی قلب تهران بودن و من مدت یه سال اینا باشون ارتباط شدید داشتم و اینها با مثلا زندگیشون خبر داشتم. برنامهشون این شکلیه که اینا میرن پاساژ. اجازه بدید، کی میرن پاساژ؟ اینا کی هم؟ اینها همین دوستان من که توی قلب تهران هم عمدتاً طبقه متوسط رو به بالا. خب علاقه دارن به موسیقی رپ و هیپاپ و اینا، زیست خیابونی دارن، خیلی تو خیابون زندگی میکنن. خیلی تو خیابون زندگی میکنن یعنی چی؟ چادر میزنن تو خیابون؟ چادر نمیزنن، یعنی مثلا دعوا میکنن به اصطلاح. چرا گفتید پس زندگی خیابانی؟ زندگی خیابونی مثلا میشه کسی که کارتون خوابه، فقیره، دائم تو خیابونه مثلا. خب اینا هم دائم تو خیابونن، تو خونه نیستن، خونه دارن و خونه میرن، خونه میرن شبا که بخوابن توش. آها. ولی عمدتا و بیشتر تو خیابونه. بیشتر تو خیابونه. خب حتی وقتی که کرونا اینا اومد بازم؟ حتی وقتی که کرونا اینا اومد. خب حالا این پاساژی که حالا نمیدونم چرا از پاساژ شروع کردید، ولی خب به هر حال این پاساژ رو چه روزی میرید؟ هر روزی میتونید به پاساژ. خیلی جالبه، پاساژ برای من یعنی مثلا جایی که خانوم ها میرن مانتو میخرن، کیف میخرن، کفش میخرن و مثلا جوان ها میرن چهوال میگیرن، پیرن میگیرن، درسته؟ محل خریده. این گروه دوستان چرا شما میرید تو پاساژ؟ پاساژ برای من جایی که نوجوان ها میرن با جنس مخالفشون ارتباط برقرار میکنن، دوروبرش دنبال مواد و الکل و اینجور چیزا میرن و دعوا میکنن توی خیابونهای اطرافش. پاساژ جایی یه محلی برای جمع شدن اینها، این پاتور. بعد دخترها هم میرن که پسرها رو اونجا پیدا کنن؟ دخترها گویا این کار میکنن. آره دیگه، دخترها میرن که پسرها بلندشون کنن. ببین، دخترها میرن که پسرها بلندشون کنن، اینا دخترهای طبیعی و مدرسه‌ای و خانواده دارن؟ آره. آقا جون، کسی که میره که یه کسی بلندش کنه یه خانوم مثلا مسئله داره، تن فروشه. لزومای شکلی نیست که مثلا بگیم که، اولا که لزومای شکلی نیست که حتما بخوام برم اونجا که بلندشون کنم، ولی این اتفاق میفته، یعنی پسرها میرن و دخترها رو بلند میکنن. شما میگی من تصورم اینه که یه پسری دختری رو الان بلند کرده؟ نه، میدونم شما منظورتون چیه. نه یعنی یه خورده فانتزیه برام، خوشونو میزنن و اینها، یه خورده برام من فانتزیه، یه خورده مثلا قابل قبول نیست. میفهمم که دو نفر با هم دوستن، ارتباط دارند، یا در پی یک رابطه عاطفی یا در پی یک رابطه مالی کاملا مشخص،
ممکنه دو نفر با هم رابطه داشته باشن، اما اینکه من برم یه پاساجی مثلا وایسم یکی بیاد منو بلند کنه، نه این شکلی نیست دقیقاً. خب حالا حتما صرفا واسه دخترم میرم و دوستاشون بگردن یا مثلا با پسرا بیام بیرون و اینا. خب ولی این اتفاق میفته، یعنی یه پدیده عامیه اونجا که مثلا مثلا پسرا میفتن دنبال دخترا و باهاشون حرف میزنن دست میزنن و اینجور چیزا و بعدش مثلا میرن حالا یه قهوه خونه ای که نزدیک پاساژه بلون میکشن سیگار میکشن. این پاساژه تو غرب تهرانه؟ آره. فقط این همین یه پاساژ اینطوریه؟ یعنی یه پاساژ مشخصه که اینطوریه؟ آره. اسمش چیه؟ خب بعد به اصطلاح میرن و بعدش حالا مثلا شب که میشه ممکنه، یعنی من دیدم که مثلا خیلی از شبها مثلا این اتفاق میفته از ساعت 5-6 به بعد بچه ها شروع میکنن دعوا کردن با هم دیگه. پسرا؟ آره پسرا، مثلا بچه های یه محله با بچه های یه محله دیگه میرن دعوا میکنن. مگه اونجا هنوز ساختار محله وجود داره؟ آره آره. خب آره. بچه های مثلا محله مثلا حتی ساختار پارک هم وجود داره، مثلا پارک فلان و پارک بهمان. خب با هم دیگه شروع میکنن دعوا کردن، بعد دعواشون هم شکلی نیستش که مثلا صرفا برن چهار تا مشت نگرد به هم دیگه بزنن، باتون میبرن، تنه میبرن، چوب میبرن و خیلی چیزهای دیگه. پسرهای چند ساله اینجوری دعوا میکنن؟ پسرهای بین 16 تا 18 ساله، حتی 15 و 14 هم دیدم. برای چی دعوا میکنن؟ سر چی؟ نمیدونم واقعا عجیبه، برای منم عجیبه، برای من که اونجا عجیبه. نمیدونم مثلا این شکلی که یکی به یکی دیگه فوش داده، یکی دیگه راه یکی رو بسته، این شکلیه. بعد شروع میشه یه سر دختر دعوا میکنن مثلا. اینا اکثرا مال خود تهران ها؟ آره آره مال تهران. آره آره مال تهران. یه خورده زندگی گنگواری نیست؟ مافیاوار؟ فیلم چی میبینید؟ بچه ها تقریبا هم مزخرفی میبینن دیگه، فیلم که زیاد نمیبینن، بیشتر موزیک گوش میدن، یعنی بیشتر موسیقی گوش میدن، مثلا میلشون این نیستش که فیلم ببینن. ولی خب فیلم هم که میبینن بیشتر فیلم های دختر هم خیلی فیلم میبینن، فیلم های سریال های تینیجری مسخره لوس اینجوری، مثلا 13 دلیل برای اینکه، یا مثلا یه سریال داریم به نام 13 دلیل برای اینکه خودکشی کنم. خودکشی کنم؟ آره محتواش اینه که یارویه بعد میخواد خودکشی کنه و 13 دلیل نوشته که برای اینکه چرا میخواد خودکشی کنه. اینو سریال کرده؟ اون سریال کرده. 13 reasons why. آجا ما خیلی دوریم از فضای دوستان تینیجر. خیلی. چه جهان متفاوتی شده. پارتی؟ پارتی این شکلیه که خونه یکی خالی میشه یا یکی مثلا باید پول داره که یه جایی رو اجاره میکنه، بالا به مناسبت خاصی یا تولده یا هر چیزی جمع میشن دور هم دیگه، مشروب میخورن، گل میکشن، رابطه برقرار میکنن، میرقصن، میزنن، میرقصن، شرط مختلف میبندن، اینکه کی با کی مثلا رابطه داشته باشه یا مثلا اینکه کی از کی خوشش میاد، یا اینکه مثلا یه سری دروغای زندگی و یه سری جرأت‌های مختلفی میدن، بعد مثلا فیلم میگیرن از این. محله شما روحانی داره؟ محله ما روحانی نه، محله مسجد نداره. مسجد نداره اساس؟ مسجد داره ولی خب دوره و نمیدونم، ما با روحانیش من شخصا ارتباط ندارم، نمیدونم روحانی داره یا نه. اصلا مثلا همینه که کسی از نوجوانا اصلا دنبال روحانی نیست. باز یه سری تیپ، یه تیپ دیگه هستن از نوجوانا که مثلا بسیجی هن و فلان و اینا و اصلا توی دنیایی هن که مثلا خیلی ارزشی هن و اینها. واقعا ارزشی هن؟ نه این شکلی هن که بیشتر خانواده هاشون این شکلی تربیتشون کردن. خب یا فضای مدرسه و اینجور چیزها، ولی واقعا نمیدونم واقعا ارزشه
آرمان داشته باشن و... نه یعنی اینکه زندگیشون دیگه فرق داره، اونا دیگه آره. مثلا گل نمیکشن، حشیش نمیکشن، مشروب نمیخورن. البته مثلا وجود دارن افرادی که تک و توک توشون هست، ولی نوعا کسایی که بسیجیان دیگه اهل این کارا نیستن. آره ولی خب به نحو دیگه غیر قابل تحملن. به چه نحوی غیر قابل تحملن؟ یه جورایی خیلی دیگه دور افتادن از همه، خیلی ترد شدن و خودشون یه جمعی رو تشکیل دادن که کسی دیگه باشون کاری نداره، خیلی دورن از زندگی. اونا یه سری نوجوان بسیجی هن، اهل این کارا نیستن. اونا بخوان بیان توی این نوجوان ها ارتباط بگیرن، دوست بشن، با شما ها بغر بخورن، خب اونا باید بیان همین کارا رو بکنن، گل مصرف کنن و شیشه حشیش مصرف کنن و مشروب بخورن و پارتی بیان دیگه، یعنی معمولی باشن مثل شماها دیگه، درسته؟ نه ولی خب اونا به نحو دیگری معمولی هن، ما معمولی ما تیپیکالی، ولی اونا به نحو دیگری تیپیکال هن، یعنی تیپ خودشون رو تشکیل دادن و تیپ شدن به شکلی اینکه اگه اون تیپ نباشه مثلا مثلا تبدیل میشن به ما، یعنی به خاطر تیپی که اونجوری هن، خیلی ظاهری هن، واقعا اعتقادی مثلا ندارن به اون چیزایی که مثلا هستش. خب نوجوانی خیلی فضای تثبیت اعتقاد نیست، اما بذار برسیم به یه سوالی که برای من الان خیلی مهم شده، بعد هر چی که خواستی خودت ادامه بده و روایتت رو جلو ببر. تجربه کشیدن گل رو داشتی بارها و بارها؟ حشیش بارها و بارها؟ حشیش کمتر. چند بار؟ حدودی مثلا ده بار. مشروب کمتر باز کمتر. دخترم که داشتی کاملا تو گروه این دوستان بر خوردی. قبل از اینکه سوالو بپرسم، خودت هم فروش مواد داشتی؟ آره. مواد میفروختی؟ چه موادی؟ گل. به دوستای خودت میفروختی؟ آره تو پارک میفروختم. برای چی این کارو میکردی؟ برای اینکه پول نداشت. چرا پول جیبی نمیگرفتی از بابات؟ چون که نمیخواستم ازش پول بگیرم دیگه، چون که میخواستم مستقل بشم. چرا یه کاری نمی کردی؟ بعدن کردم، بعدن از این کار کشیدم بیرون و... حالا بریم سراغ اون سوال اصلیه. تو دیگه الان اون رفتارها رو نداری، با اون آدم ها نیستی، تو اون فضاها بر نمی خواهد. چی شد؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ این مجرد رسیدم که خیلی دیگه مسخره است. یکم مطالعات چیز کردم، یعنی که با کتاب خوندن. آره، تو کتاب خوندم، فیلم های خوبی دیدم، فکر کردم. کی کتاب خوب به تو داد؟ کی فیلم خوب به تو داد؟ کتاب خوب و فیلم خوب و کتابو که یکی معلمی داشتیم کلاس نهم منو برد تو فاز اینکه کتاب بخونم، چه کتابایی بخونم و اینا، چون که اصلا از قبلم از نظر فکری فازشو داشتم، همیشه رویکرد انتقادی داشتم به دوستانم که اون کارها رو میکردم. آها. یعنی معتقد بودم که سبک زندگی مزخرفیه و خودم مثلا سعی کردم زیاد پاتیشون نباشم، صرفا بعضی وقتا میرفتم و اینها، بعضی سعی کردم. آره بعد یک کتاب رو این کارو کرد یه بند خدایی. چه کتابی خوندی شما؟ دقیقا میخوام ببینم این نقطه عطفه، این تحوله چجوری توی تو رخ داد؟ کتاب های مختلفی خوندم، شعر خوندم، کتاب های شعر خوندم. شعر از کی؟ شعر از مولانا، حافظ، اینجور چیزها. میفهمیدی مثلا حافظ چیه؟ آره میفهمیدم. خوبه. خب حافظ و مولانا خوندی، از یعنی این باعث شد که تو فاصله بگیری؟ نه این صرفا باعث نشد که فاصله بگیری، این باعث من برم توی فضای دیگری. چه فضایی؟ فضای یه فضای دانش آموزی، یه فضایی که بیشتر توش دانش آموز بودم و درس میخوندم و خب اینم که خیلی دیگه بچه مثبتی و خیلی... نه بچه مثبتی نه نیستش، چون که این شکلی نیستش که به این تحمیل شده باشه این فضای دانش آموزی که مثلا مامان بابا مجبورم کرده باشن که پسر خوبی باشم. خودم رفتم زیست‌های مختلفی کردم، زندگی‌های مختلفی کردم و به این اینجا رسیدم که این بهتره، این با توش آرامش بیشتری دارم. آها، حالا اینجا آرامش شد یه کلید واژه. پس شما یه مسئله‌ای داشتی در همین سبک زندگی قبلی که داشتی که خیلی هم مثلا بچه‌ها آرامش ندارن. مسئله اینه، مثلا من می‌بینم که بچه‌ها هی دارن سیگار می‌کشن، انقدر عصبی‌ان، هی استرس دارن، هی استراب دارن، هی درگیرن با خودشون و خیلی عصبی‌ان. و
بعد هم اتفاقا همینا باعث میشد که برن سراغ گل و هاشیش و مشکل. آره، عصبیت وجود داره بینشون، عصبیت شدید وجود داره. چرا عصبی بودن؟ علتشو چی دیدی؟ علتشو من میتونم خانواده ببینم، آموزش ببینم، آموزش میتونم بیشتر از یه چند تا داستان از دوستات تعریف کن، چند تا روایت از دوستات بگو ببینم اینا چه تیپ بچه‌ای بودن، چرا عصبی بودن، چه اتفاقی براشون افتاده بود؟ یکی از دوستان شکلی بودش که سمپا درس میخون باری که الله. بله، آره. بعد این دوستان مثلا توی درس و اینا یکی مشکل داشت و اینا با خانواده و اینا مشکل داشت، بعد خیلی جذب زندگی، همون جذب هم زندگی خیابونی شده بود، یعنی فراری شده بود از خانواده و فراری شده بود از مدرسه و پناه آورده بود دور خیابون. یعنی شما میگی درصد بسیار بالایی از بچه هایی که الان دنبال گل و حشیش و مشروب و پارتی و دعوا و پاساژ گردن آرامش ندارن به کنار، اینا با خانواده هاشون مشکل دارن؟ اینا با خانواده هاشون مشکل دارن، مشکلات جدی و عمیقی داره. خب ولی و مشکلات خیلی متنوعه. خیلی آها، خیلی برام جالبه که بتونم مثلا بفهمم که یه ارتباطی بین همه این مشکلات وجود داره با همه این تنوع و تکثرش، بفهمم نوجوانا الان چه مشکلی با خانوادهشون دارن نوعا و عموما. نوجوانا مشکلی ندارن به نظر من، خانواده مشکل داره. خانواده والد بودن یک تواناییه که اکثر خانواده‌هایی که بچه دار میشن ندارن. والدی کردن و پدر مادر بودن یک تواناییه که تو در مقابل خواسته‌های متفاوت فرزندت واکنش‌های درست بدی. خب و این یه چیزی که پدر مادر رو ندارن. خیلی جالبه. از اون روزگارت که گفتی، از این روزگارت هم یکم بگو ببینیم الان چی کار میکنی، روزا برنامه چیه؟ فیلم میبینم گهگاهی، الان که شایدن الان درگیر متاسفانه بیماری افسردگی و اینا، قرص ها میخورم، فیلم میبینم، درس میخونم، بازی میکنم، بازی پلیستیشن میکنم، بعد میام بیرون با این دوستهای جدیدم میگردم، بحث میکنم باشون، صحبت میکنم، کار میکنم، اینجور چیزا. بسیار عالی. من سوالی ندارم، برای جمع‌بندی اگر خودت نکته ای داری بگو. من نکته ندارم، من فقط میخوام بگم که خیلی ساده نیست همه چیز که اونقدر که نشون داده میشه ساده. آهان، که یه پسر 14 ساله ای رفته جلوی دختری گفته مثلا من با قیافه تو خود ارضایی میکنم. آره، اونقدر ساده نیست، خیلی خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر همه چی، و ما واقعا باید درک کنیم مثلا چیه. مثلا تازه وقتی که بفهمیم مثلا چیه کلی گریه میگیره که تازه مثلا چیه، بعد تازه میریم دنبال اینکه چاره چیه. یعنی مسئله فقط، شما میگید مسئله فقط یه نیاز جنسی پاسخ داده شده نیست، مسئله سرکوب تمام خواسته ها و امیالی که توسط سیستم آموزشی و پدر مادر به بچه تعمیل شده.